مثال بعدی، مثال بعدی، 3/10 کیلو نیوتون میخواد بشه میلی نیوتون. گفتم چی؟ وقتی جفتشون پیشوند دارن، تو اول باید پیشوند رو حذف بکنی. خب پیشوند کیلو نیوتون، پیشوندش رو حذف بکنی میمونه چی؟ نیوتون. بعد نیوتون رو بکنی میلی نیوتون. پس میای مینویسی 3/10 کیلو نیوتون. مرحله اول کیلو نیوتون حذف، نیوتون ایجاد. مرحله دوم میذاریم عددشو، نیوتون حذف، میلی نیوتون ایجاد. حالا کیلو نیوتون، اینم کیلو نیوتون، میلی نیوتون، اینم میلی نیوتون. اوکی؟ خب ساده سازی میبینی کیلو نیوتون، کیلو نیوتون، نیوتون، نیوتون میه میلی نیوتون میمونه. پس این میشه 3/10 ضرب داره دفتران منفی 3 بره توی صورت میشه دفتران مثبت 3، مثبت 3 با مثبت 3 میشه 6. پس این میشه دفتران 6 میلی نیوتون. آره با جبرئیل دیگه داری تون تون میگید علی. آره آره خب ندیدی من آره استفاده کردم. خب یه مرحله بریم جلوتر، همه مشتاق جبرئیل انا، تا اینا حل نشه نمیرم جبرئیل. بمونید در کفش، اصلا یه هفته بمونید تو کفش چه بهتر. مرحله بعدی، هم جفتشون پیشوند دارن هم توان دارن، هم توان دارن. آره نمیگمش سمین، هی دارن بچه ها اصرار میکنن که نگید این هفته، بچه های اصلیمونا. آره جدید های میگن بگین، قدیمی ها میگن اصلا اصلا نگه کلا حذفش کنیم. خب بچه ها چی کار باید بکنیم؟ ببینید که هی مرحله مرحله داریم میریم جلو، جفت پیشوندار و تواندار. بعد راستی یه سوالی دیدم اون وسط، یکی پرسید که استاد میشه یه ورش توان داشته باشه یه ورش توان نداشته باشه؟ مثلا این ورش متر مربع باشه اون ورش مثلا میلی متر باشه، دیگه میلی متر مربع نباشه، میشه بچه همچه چیزی؟ میشه؟ نمیشه بچه ها، نمیشه. چرا نمیشه؟ تو میتونی به من بگی 2 کیلوگرم چند متره؟ 2 کیلوگرم چند متره؟ دو تا چیزی که قراره به هم تبدیل بکنید باید هم جنس باشن. اگه یه ور متر باشه اون ور مثلا میلی متر مربع باشه، متر از جنس طوله، اون مربع جنس مساحته، تو میخوای طول رو بکنی مساحت؟ پس امکان نداره یه ور توانش با اون ور فرق بکنه. خب حالا بچه ها باز هم توان رو در نظر نمیگیریم، توان رو در نظر نمیگیریم، کسرهامون رو تشکیل میدیم، بعد برای کسرهامون توان رو قرار میدیم. نگاه کن 15، بذار پایین بنویسم، مثلا 15 میلی متر مربع ضرب داره. مرحله اول، اول باید پیشوند رو حذف کنیم دیگه، میلی متر حذف، متر ایجاد، 10^-3. ببین دیگه توضیح نمیدم دیگه، الان میدونی داستان چیه. ضرب داره، به متر رسیدم، متر رو باید بکنم نانومتر. پس متر حذف، نانومتر ایجاد، 10^-9. حالا کسرهامو که تشکیل دادم جفتشون رو به توان 2 میرسونم، جفتشون رو به توان 2 میرسونم. 10^-3 بچه ها به توان 2 یعنی ضرب بشه، اینجا میشه -6. پس یه 10^-6 اینجا داریم. 10^-9 بیاد تو صورت میشه -9، مثبت 9 ضرب در 2 میشه 18. پس این میشه 10^-18. 18 با -6 جمع میشه میشه 12. پس میشه 15 ضرب در 10^-12 نانو متر مربع. بچه ها یه نکته نگارشی هم بهتون بگم، یه نکته نگارشی. ببینید بچه ها مدل های مختلف توان نویسی داریم. نگاه کن اینجا توان رو بیرون پرانتز گذاشته، اینجا توی پرانتز گذاشته، ممکنه اصلا پرانتز نذاره، اینجوری بس میلیمتر مربع. بچه همه اینها یه معنی رو میده، چه بیرون پرانتز بذاره چه توی پرانتز بذاره، چه کلن پرانتزی نذاره، این دو مال هم متر هم مال میلیه. یعنی اگه خواستی میلی رو ورداری باید جاش بذاری 10^-6، 10^-3 به توان 2. یادت باشه اینو، اون توان مال جفتشونه،
اون توان مال جفتشونه. شهیدا همین الان دارم این رو میگم دیگه، میگه نانو که توان نداشت، این توان مال جفتشونه. خب مثال بعدی بچه مال خودتون تکراریه کاملا. بریم مرحله بعد، کسریش کردیم یه مرحله